درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهرشید ششم اسفند ماه 2582 ایرانیه و 25 از ماه فوریه 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب دو روز پیش ظاهراً مسیح علی نژاد در شبکه تجزیه طلب ایران اینترنشنال صحبتهایی کرده که این در واقع بخشی از یک حرکت تاکتیکی هستش که کسانی دارن انجام میدن که در این برنامه برای شما روشن خواهد شد. واقعیت اینه که تمام برنامه هایی که از حدود یک ماه پیش بیرون اومده و همگی کاملاً مهندسی شده و کاملاً هماهنگه، اینها فقط و فقط یک هدف داره: کوبیدن پهلوی با تمام قدرت. این هدفش که از همین الان شکست خورد. یعنی واقعا مشخص که طراحان این احمق هستن و دلالشو به شما میگم که چرا احمقن و خودشون شکست خواهند خورد، نه اصلا از طرف ما بلکه در کاری که دارن میکنن. ببینید تا این مسابقه که مسیح علی‌نژاد انجام داد که من با دقت همه رو گوش نگم به خاطر اینکه این خانم اینقدر اصلا چرت و پرت میگه، یعنی چیزایی که میگه حرفای بسیار عامی خامه و ادعاهای بی اساس چرت و پرت، عمومش تکراریه و اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداره بجز یکی دوتا تیکه که ناچار شد بندازه برای اینکه مثلا خودش رو مهم جلوه بده، اما این اسراری رو افشا کرد که کلا خودش رو نابود کرد و از بین برد و هر پایگاه کوچکی هم که داشته از اینجا به بعد به کلی دیگه از بین رفت و نابود شد. فقط میمونه برخی طرفداران رژیم از اصلاح طلبان طرفداری او رو خواهند کرد، فقط اینو میمونه، یا گروه های تجزیه طلب و اینا. حالا این صحبت ها چی بود؟ روز گذشته مسیح علی نژاد با توجه به اینکه ما نمیتونیم ویدیو رو نشون بدیم چون ایران اینترنشنال به شدت کانال های مثل ما رو هدف قرار میده، یه ویدیو رو به خاطر اینکه ما از ویدیو اونها استفاده کرده بودیم در این مورد، مثلا ویدیوهایی که اسراری رو افشا میکنه و دستشون رو میکنه رو هدف قرار میدن، شکایت میکنن، برای همین ما نمیتونیم نشون بدیم. در مصاحبه این مسیح علی نژاد افشا میکنه که اصلا هدف منشور جورجتان از طرف بجز شاهزاده اون کسانی که دیگه که بودن این بوده که شاهزاده رضا پهلوی رو در کنار خودشون که هیچ کس نیستن، یعنی عبدالله مهتدی مثلا گلشیفته قرار اینا، اصلا تو ایران هیچ کی اینا رو آدم حساب نمیکنه، تو هیچی، مثلا اسماعیلیون اصلا هیچی نیست برای ملت ایران، هیچی اصلا نیست، وجود نداره. اینجوری من میشم بگم اینا هدفشون چی بوده؟ با فشار دولت‌های غربی، یعنی دولت‌های غربی اینها رو به عنوان رهبر به جا آورده بودن و به شاهزاده رضا پهلوی اینجوری می‌خواستن تلقین بکنن که شما بیا در کنار این رهبرانی که ما ازشون حمایت می‌کنیم، از شما حمایت می‌کنیم، اگر امضا بکنی بشینی امضا بکنی که تا 10 سال هیچ منصبی رو در ایران قبول نخواهی کرد. یعنی مسیح علی نژاد به وضوح در مصاحبه اعتراف کرده که قرار بوده از شاهزاده رضا پهلوی امضا گرفته بشه که پادشاهی به ایران برنمیگرده. تمام این جورجتان و اینا برای این بوده، برای همین هم بوده که شاهزاده رضا پهلوی اولین نفری بوده که این جمع رو ترک کرد. یعنی کل این داستان برای ایشون چیده شده، یه کله بود. حامد اسماعیلیون اینو تایید کرده، عبدالله مهتدی اینو تایید کرده، مسیح علی نژاد خودش اینو تایید کرد، دیگران هم اینو تایید کردن. کل داستان یک حرکت حساب شده و هماهنگ بوده از همون سال گذشته. چه کسی داره این کار رو انجام میده و مهندسی میکنه؟ تمام این زیر سر عربستان سعودی و شخص محمد بن سلمان، تمام این داستان و همه اتفاقا و رفتارا هم که الان داریم می‌بینیم زیر سر محمد بن سلمان. و الان شما متوجه میشید چرا. ببینید این حرکت‌ها اخیراً از کی شروع شد؟ از یک اصطلاحاً هک، گروه هکری عدالت علی. خب که این گروه به محض اینکه ابراز وجود کرد، میگم دو سال پیش بود، من گفتم اینا یا مجاهدن یا به بخشی از جمهوری اسلامی وابسته. من گفتم اصلا این زبانشون و کارشون رو هک کردن و این مسخره بازی ها زندان رو هک میکنن، یادتون باشه. گفتم این اصلا ربطی به انقلاب ملی نداره، به مردم نداره، به مبارزه علیه رژیم نداره، اینا یه چیز دیگه است، تبلیغات علیه یه چیز دیگه ایه. که یادتون باشه در اولین هکی هم که این اداره تعلیق کرد، هدفشون چی بود؟ نشون دادن برادر حسن روحانی، سلول برادر حسن روحانی در زندان که سلول اشرافی بود، اگه یادتون باشه فرش بودشون، نمیدونم میز و پذیرایی و یعنی یه جور برای خودش امپراتوری داشت، برادر حسن روحانی، کاملا هدفمند و سیاسی بود. هرچی که هستن این گروه عدالت علی به بخش از حکومت ایران وابسته. یک ماه پیش اینا دوباره شروع کردن به افشای به اصطلاح خودشون یه سری چیز که اصلا ما هیچ اشاره به این نکردیم چون اصلا هیچ اعتباری هیچ وقت نداشتن. الان من به شما میگم هیچ شکی وجود نداره این
هماهنگ با بخشی از تجزیه طلبان با عربستان سعودی و همینطور جمهوری اسلامی داره انجام میشه. این حک کاملا دروغ ساختگی تمام گزارش ها و داریم میبینیم که بسیاری رسانه ها اینا رو مستند میکنن بدون اینکه اصلا کمترین امکان در تایید اصالت این مدارک به اصطلاح داشته باشن. صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال اصلا منبعشه، یورو نیوز، حتی ایندیپندنت فارسی اینا رو تایید کرده. در گزارششون به اینا استناد کردن، به این حک. در این حک که یه ماه پیش منتشر شد چی بود؟ یه سری مهرها بعد نامشون درشت میشد، زیر نامشون خط کشیده میشد که رژیم اسلامی دنبال ایناست. اینا مهمن. چرا؟ به خاطر اینکه هر چی که برای ملت ایران ساخته بودن سوختن و از بین رفتن. فقط یه مهره است که واقعا آمریکایی خیلی روش سرمایه گذاری کردن و امید دارن و اون مسیح علی نژاد. این دوباره باید پررنگ میشه. مثلا گفته میشه که یکی از افرادی که میخواسته در اروپا مسیح علی نژاد رو ترور بکنه دستگیر شده و دستگاه اونم اون کشور دادتش به آمریکا. مثلا چرت و پرت، مسیح علی نژاد برای چی باید ترور بشه؟ هیچ کس تو ایران این آدم قبول نداره. اگر بخواد ترور بشه فقط برای اینکه این آدم گنده بشه و پررنگ بشه. هیچ دلیل دیگه هم واقعا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خودش دیروز اعتراف کرد که یکی از کسانی بوده که نقشه و طرح عدم بازگشت و جلوگیری از بازگشت پادشاهی به ایران رو در سر داشته در جورجتان. خودش اعتراف کرد در مصاحبه. ببینید این حک شروع شد، سری از یک سری سناریوهای کوچک اما پیوسته در قالب یک نقشه بزرگتر به اجرا در اومد. خب دوباره حامد اسماعیلیون مثلا مصاحبه شد، در موردش صحبت شد. دوباره نرگس محمدی گنده شد. نرگس محمدی یه جمله چرت و پرت تو زندان میگه، اینو گنده میکنن تو رسانه. همه ملت ایران این حرفا رو دارن میزنن، مثلا که چی، این آدم کیه، مثلا برای کی مهمه تو ایران؟ هیچ کی. برای هیچ کس مهم نیست نرگس محمدی چی میگه. برای کی اما مهمه؟ یک سری آدم در اروپا. که الان من به شما میگم اینا کجا همگی به هم میپیونده. و شما که یار ایران شهر هستید و با ما میاید، هیچ وقت کسی شما رو بازی نمیتونه بده. هیچ وقت شما دوباره اخبار رو باز نمی‌کنی و کاملا احساساتی نمیشید. بلکه میدونید اگر این داره بازی میشه چه کسی قراره ازش سود ببره. ببینید پس از گنده کردن نرگس محمدی، الان داریم میبینیم که در اتحادیه اروپا در کنار مسیح علی نژاد یک سری تجزیه طلب کرد رو که ادعا میکنن کردن که کرد نیستن، خب میارن باشون عکس میگیرن، کمولن پارتیزانن. خب اینا هیچ اعتقادی به ایران ندارن که اصولا کرد نیستن. چرا کرد نیستن؟ مثلا یکی دیگه از مهرهایی که طی همین یه ماه گذشته خیلی سعی کردن گنده شو کنن، عبدالله مهتدی. عبدالله مهتدی اومده بود گفته بود چند وقت پیش که این اصلا تئوری ایران یک پارچه از بین رفته و شکست خورد. کی اینو گفته؟ اصلا بر چه پایه‌ای اینو داریم میگی؟ شما بجز گروهایی که اروپایی‌ها دارن تغذیهشون میکنن چیز دیگه داره میبینی؟ نه. تنها کسی که دنبال تجزیه طلبی در ایران اروپایی هستن که الان برای شما مشخص میشه اهداف چیه، پشت پرده چی داره بازی میشه. چون این چه حرفی زده بود عبدالله معتدی. روز گذشته ویدیویی در اومد تو اینترنت که شبکه‌های مختلف این رو نمایش دادن. چی نشون میده این ویدیو؟ جشنی که مردم کرد بزرگوار ما در پیشواز نوروز دارن میگیرن. به قدری زیباست، به قدری دلچسب و دلنشین که حد و حساب نداره. من دست و پای تک تک شما رو میبوسم. زنده باشید برای ایران. شما قلب تپنده ایران هستید. شما که اینجور زیبا نوروز رو جشن میگیرید. مزخرفات عبدالله معتدی از بیخوبان دروغه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم کرد ما هستند که برای جشن گرفتن نوروز تیر میخورن تو ایران. و امثال معتدی یا تروریست های پکاکا و کومالو و اینا هیچ اطلاعات و دانشی در مورد ایران ندارن. اگر داشتن باید میدونستن که بزرگترین مدافع ایرانیت و ایران شهر خود کردهای ایران هستن. کردها هستن که تیر میخوانن به خاطر نوروز. کردها هستن که اینجور باشکوه زیبا نوروز رو بزرگ میدارن. بسیاری نمیدونن تمام تمدن ایران در روز نوروز پایه‌گذاری شده و نوروز جشن تمدن ایرانه، جشن پایه‌گذاری تمدن ایرانه. بسیاری نمیدونن. اگر شما میخواییم براتون روشن بشه، شاهنامه رو کافی باز بکنید. جمشید روز نوروز، به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. ببینید اینکه چه جوری یه نفر ادعا میکنه من کردم با اینکه ایدئولوژی فکریش کاملا غربی مارکسیستی کمونیستی تروریستیه، اصلا بر من جای معماست. و اینکه چگونه اروپایی ها میان میگن این تروریست های مارکسیست غربی کردن، بازم بر من معماست. هیچ کدوم از اینا با عقل جور در نمیاد. کرد واقعی کردی که نوروز رو اینجوری جشن میگیره و واقعا دل همه ایرانیان رو شاد میکنه و تمام ایرانیان هم حالا
به شکل خودشون و به نوبه خودشون نوروز رو جشن میگیرن و بزرگ میدارن. ما باید 100 برابر جشن رو بزرگتر بکنیم، به خصوص نحوهی که کورتا جشن میگیرن. ببینید این مدل دست جمعی جشن گرفتن و رقصیدن دقیقاً اون چیزی که در نوروز گفته شده، در اسطوره جمشید پایه ایرانیت، دقیقاً اون چیزی که گفته شده، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. دقیقاً این چیزی که باید انجام بشه همین مدل رقص زن و مرد دست جمعی، رقص ملی هستن. اینجوری من میشم بگم برای من آذری جدیدن، آذری که عاشق رقص آذری ام، عاشق موزیک آذری ام، عاشق زبان آذری ام، اصلا اینو که میبینم این رقص ملیه به همین سادگی. دست در دست هم اینطوری رقصیدن. ما باید همه جای ایران دور پاسارگاد باید برقصیم اینجوری، دور پاسارگاد. یعنی این کرد واقعیه و کردهای ایران واقعی ترین ایرانیان هستن. حالا الان این داستان را افتاده، این بازی موسیقی را افتاده، این مسخره بازی را افتاده. داستان چیه؟ اصلا هیچ ارتباطی به اپوزیسیون و با اپوزیسیون اینا نداره. این داستان چیز دیگه یه جای دیگه ایه و الان شما متوجه میشید چیه. ببینید تمام بازیگردان این نقشه محمد بن سلمان چطور؟ من و تو تعطیل شد، دو ماه موندود به تعطیلی من و تو. من قشنگ برای شما گفتم که داستان چیه. داستان اینه که آمریکایی‌ها بنا به دلایل، اون موقع دلیل کاملا مشخص نبود، گفتم که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که من و تو رو تعطیل بکنن. چون برای شما توضیح دادیم که همون سال 2009 کاندولیزا رایس و دولت راستگرا در آمریکا پایگذاری من و تو رو انجام داده بود، یعنی سرمایه اولیه اونجا اومده بود. این انجام شده بود. من و تو اما توسط دولت چپگرای بایدن باید تعطیل میشد. چرا؟ به این دلیل که عربستان سعودی تصمیم گرفته طرحی بسیار جاه طلبانه و بزرگ با همکاری تمام و کمال اروپا انجام بده و اون کوریدور عربستان سعودی. خب اما خطراتی وجود داره. خطر چیه؟ اینکه قبل از اینکه این کوریدور بتونه انجام بشه و عملی بشه، رژیم در ایران عوض بشه. اتفاقی که میفته اینه که سرمایه گذارای بین المللی یه نگاه میندازن ببینن که کوریدور عربستان سعودی که کوریدور گران قیمته به لحاظ حمل و نقل، بسیار پر هزینه و از همه مهمتر طولانی، بسیار از، یعنی از هندوستان قرار بیاد از امارات و بعد از عربستان بره تا اسرائیل، تا اردن اسرائیل و از اونجا بره تا دریای مدیترانه، خیلی پر هزینه و گران قیمت. خب همین اگر نگاه بکنیم کوریدور ایران، اگر ایران حکومتی داشته باشه که تمام دنیا به خود آمریکا و اروپا بتونن باش کار بکنن، یعنی جمهوری اسلامی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ حداقل در کمترین زمان ممکن فقط یک خط لوله از ایران به ترکیه کار تمام میکنه. یعنی فقط به لحاظ انرژی اتفاقی که میفته اینه که شما ببینید چقدر این راه کوتاه‌تره. اولا بیشترش ساخته شده، یعنی ترکیه اصلا ساخته، از قبل وجود داره این خط لوله که گاز بره، اصلا همه اینا از قبل آماده است. فقط بخش ایرانه. اصلا مهمتر این که یعنی امارات و عربستان از بیابون و صحرا بسیار طولانیه، این راه کوتاه‌تره. دوم این که حداقل از ترکیه به بعدش همین الان امنیتش تضمین شده است، یعنی کافیه گاز به ترکیه بسر و تمومه، به اروپا رسیده. در این شرایط عربستان سعودی و محمد بن سلمان میبینه که اگر رژیمی در ایران عوض بشه و رژیم به خصوص رضا شاه دوم بیاد، اصلا کار تمومه. 50% بزرگترین و جاه طلبانه ترین نقشه‌های حال حاضر جهان در عربستانه میپاشه، اصلا میره. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان قرار در کوریدورش هم انرژی انتقال بده، یعنی هم نفت و گاز، هم قرار کالا از هندوستان انتقال بده. خب این بسیار بزرگه، اما مسئله اینجاست که انرژی بسیار الان برای اروپا حیاتی تره. خب بنابراین اگر کوریدور ایران باشه، کوریدور عربستان سعودی 50% میپره و اون 50% که کالاست فقط ارزش و صرفه اقتصادی عملی شدن نداره. یعنی اگر فقط قرار بشه کالا از هندوستان بیاد بره به اروپا، انقدر هزینش بالاست که نمیصرفه این اتفاق بیفته. خب زمانی میصرفه که هم انرژی ارزان بیاد بره، هم کالا بیاد بره و هم اون خطوط دیتا که میخوام بکشن و همه این صحبت ها. بنابراین عربستان سعودی بزرگترین بازنده خواهد بود در حال حاضر اگر رژیم در ایران عوض بشه. از همه اینا مهمتر اروپاییام طرفدار اینم که کوریدور عربستان باشه. چرا؟ چون این کوریدور بیشترین منفعتو داره. چرا؟ چون گفتم که فقط انرژی نیست. کوریدور ایران در وهله اول فقط انرژی، یعنی ما الان کارخونه جهان نیستیم. هندوستان الان کارخونه است خودش برای خودش، اما ما کارخونه دنیا نیستیم. ما حالا دهها باید کار و سرمایه گذاری بکنیم تا اینکه بتونیم بشیم کارخونه بزرگ بشیم و کلی کارمند داشته باشیم، حتی نیروی کارم کم میاریم احتمالاً و کلن زندگی عوض میشه تو ایران. اما کوریدور عربستان سعودی از همین الان
کالاش تامینه، کارخونهش تامینه، فقط بعد خودش کشته بشه تا اینکه کالام بیاد بره. اروپایی‌ها میخوان این فرصت بزرگ رو از دست ندن. برای همینه که می‌بینین که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستن که چقدر تاکید می‌کنن در این اجلاس مثل اجلاس امنیتی مونیخ که این فرصت بزرگی برای اسرائیل و عربستان باید انجام بشه. و همینطور مثلا عربستان سعودی وزیر خارجش میاد تبلیغ رژیم میکنه، میاد میگه که جمهوری اسلامی دنبال جنگ گسترده نیست. من فکر نمیکنم اینجوری باشه، زیاد فکر نکنیم به این موضوعات. چرا؟ به خاطر که اینا گرچه نمیخوان جمهوری اسلامی خرابکاری بکنه، اما در این حال نمیخوان که جمهوری اسلامی هم بره، چون اگر بره دیگه کوریدوری نمیتونه وجود داشته باشه. اسرائیل این وسط خودش اصلا اونقدر راغب نیست. واقعیت بگم به نظر من اسرائیل چندان اعتمادی به این نقشه ها ندارن. این نقشه ها بیشتر فشارهای عربستان و سعودی و اروپا و آمریکاست. خودشون اعتقاد آنچنانی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه میبینن آقا اینا عربن. اینا عربن، با اسرائیل میخوان کار بکنن. یه جای داستان دوباره یه چیزی مثل حماس یا انتفاضه، یه چیزی بالاخره دوباره در میاد و این در خواهد اومد قطعاً. برای همین به نظر من این کوریدور هر چی که هستش اگرم بشه یه روزی پایدار نمونه، به هم میخوره. برای همین بیشترین تاکید از جانب این کوریدور اول آمریکایی‌ها و عربستان و سپس اروپایی‌ها. برای همینی که می‌بینی الان تجزیه طلب‌ها تو پارلمان اروپا ازشون پذیرایی می‌کنن، اینو گنده می‌کنن. اصلا تروریست، آر پی جی زن و اینا. از طرف دیگه مسیح النژاد. اصلا هیچ کی تو ایران اینو آدم حساب نمی‌کنه. هر دقیقه تلویزیون دولتی یا یه چیزی دعوتش می‌کنه، اینم خودش رو نماینده زنان ایران معرفی می‌کنه. و بعدم میاد اینجا افشا می‌کنه که اصلا ما نقشه داشتیم پادشاه ایرانو پایین بکشیم، ازش امضا بگیریم که پادشاه نشه دیگه. و این چند تا چیز به ما میگه. اولا که شاهزاده رضا پهلوی مرد میدان هست و آماده است که پادشاه بشه، و ما ایرانی ها هستیم که باید عرضه این کار رو نشون بدیم که ایشون رو پادشاه بکنیم. این اولا. دوم که نشون داد به این سادگی ها گول نمیخوره. سوم تمام این نقشه برای چی بود؟ ببینید الان قبل از انتخابات رژیم که همه میدونن شکست خواهد خورد، یعنی یه سری فیلم و ویدیو عکس و اینا ادعا میاره رژیم بیرون، اما همه ملت ایران میدونن که شرکت نکردن در این انتخابات. این اولا. دولت‌ها و رژیم‌های خارجی هم می‌دونن که شرکت نکردن. بنابراین پس از این شکست، اگر این طرح و این نقشه از اون هک تا این صحبت‌های مهرهای سوخته و اینا اجرا نمی‌شد و این مثلا مهره سازی‌های جدید انجام نمی‌شد، چی باقی می‌موند پس از این سیرک انتخاباتی؟ ملت ایران باقی می‌موند با یک پهلوی. همینو بس. یعنی موج بعدی ملت ایران بود و پهلوی. اینو نمی‌تونست عربستان تحمل بکنه. برای همین بعد از اینکه من و تو تعطیل شد، شروع کردن این نقشه رو انجام دادن. حتی الان رسانه‌هایی که گرایش دارن به پادشاهی خواهی مثل ایندیپندنت فارسی هم خرج اونا رو مد تو عربستان میده. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان مونیپولی اطلاعات و اخباردهی برای ایرانیان رو به دست گرفته، تا اینکه تا جایی که میتونه حتی به زبون اون کسا، یعنی به پادشاهی خواه نفوذ بکنه، تا جایی که میتونه اونا رو تحت کنترل بگیره که مبادا حرفایی بزنن که منافع عربستان سعودی به خطر بیفته. این تمام بازی که مسیح النژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی و تروریستای بقیه، این بازیگر مازیگرایی که تو فرانسه و آمریکا اینا هستن، همه اینا دارن بازی میکنن. ما باید چشممون رو باز بکنیم. ما باید پادشاهمون رو صدا بزنیم، نباید بذاریم بینمون تفرقه بیفته. اتحاد ملی پشت سر یک نفر، پادشاه ایران. همینو بس. پایدار سرفراز ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.